تو حق نداری درباره هیچ کس قضاوت بکنید. احکم الحاکمین خودشه. اگه دوست داریش کمکش کن. تو حق نداری اگه شراب خوری داره شراب میخوره بگی این ملعون نجس شراب خورده، این جهنمیه. گریه و زاری و تواضع و معصیت خیلی بهتر از تکبر و عبادته. اونی که با نمازش مغروره، با درکت نماز و روزش مغروره، خیلی دورتره. آیا نمیترسی که فردا اون شرابکار توبه بکنه بیاد جای تو و تو با نمازت مغرورید، منت سر خدا و خلق خدا میذارید میرید جای اون؟ بعضی انسان ها پشت تسبیحشون قایم شدن، بعضی انسان ها پشت حجشون قایم شدن. طرف فکر میکنه وقتی رفت حاجی شد دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه، یه مجوز حج رفتن. بعضی ها پشت نمازشون قایم شدن، هر کسی نماز میخونه دیگه آزاده. نه، اینطوری نیست. اگر راست میگی کمکش کن تا دست از این شراب بکشه. علمای ما عادت کردن فقط میرن مسجد مدرسه دینی، مسجد مدرسه دینی، تو بازار نمیرن چون اونجا اهل معصیتن. اگه گاه وقتم تو بازار برن اینطوری باید برن که چشمشون به نامحرم نیفته. پس بشین تو خونه تا جوانا بیان، برو تو مسجد بشین تا جوانا بیان، برو تو مدرسه دینی بشین دار خودت هم یه دیوار بکش تا جوانا بیان. با تو مسئول متدینین هستی، مسئول اونا هستید. اونا به گردن تو حق دارن. علما تو عروسی نمیرن که اونجا، اگه بزرگان تو عروسی نمیرن، تو بازار نرن، تو محل کار مردم نرن، تو دانشگاه نرن، کنار ساحل نرن، تو پارک نرن. طوری شده که علما دیگه روشون نمیشه تو پارک برن، روشون نمیشه تو بازار برن. با بازار یثرب یه روزی دست یهود بود، اقتصاد یثرب قبل از هجرت رسول الله سلام دست یهود بود. سه قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی میکردن، قبیله بنی نظیر و بنی قینقا و بنی قریظه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت نگفت برید بازارشون رو نابود بکنید. حرفه، فن، تجارت، بازار، کشاورزی دست یهود بود. پیامبر یکی یکی صحابه رو فرستاد تو بازار، به جایی رسید که بازار مدینه دست عشره مبشره رو بهشت افتاد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه گاه وقتی با یک غلامی داشت میرفت تو بازار، مغازه به مغازه سلام میکرد، دعای برکت میکرد، میرن مغازه بعدی. بعد غلامش میگفت سرورم، سیدم، چیزی نخریدید، بازار محل خرید و فروشه. گفت چرا نمیفهمی؟ ما رفتیم بر اهل بازار سلام بکنیم، دعای برکت بکنیم، انگیزه روشون بدیم تا این سنگر رو حفظ بکنیم. انسانهای بی تقوا اگر بازار رو قبضه کردن، اقتصاد، مالی هم که کمک میکنن، اصلا اقتصاد وقتی که مسموم شد دیگه نه نماز جواب میده، نه روزه جواب میده، نه تلاوت قرآن جواب میده، نه حج جواب میده. اقتصاد رو باید سالم نگه داشت، فرهنگ رو باید سالم نگه داشت. اگر امکان گناه و استمرار گناه برای انسان ممکن نباشد، توبه فایده‌ای ندارد. توبه جذاب و زیباست که استمرار گناه برای تو باشد، بگی از خدا میترسم. من میرم تو بازار چشمی به نامحرم افتاد، چشمی بداد پایین. ولی من نمیرم بازار چون که اگه برم چشمم به نامحرم افتاده، پس تو خیلی ضعیف الایمانید. یه وقتی مفتی اعظم عربستان بود اگه اشتباه نکنم، گفته بود من الحمدلله میگم که تو تلویزیون من، تو خونه من تلویزیون نیست. خیلی ضعیفی، خیلی ضعیفی. و تو خونه تو کاردم نباید باشه، تبرم نباید باشه، کبریتم نباید باشه، نفتم نباید باشه، گازم نباید باشه. تو اینقدر ضعیفی و بچه ها ضعیف تربیت کردی که فمعاذ الله کجاست؟ برای هر یوسفی زلیخایی هست. زلیخا به یوسف گفت هی تلک، گفت معاذ الله، انه ربی احسن مثواي.